سلام به ویدیوی من، خیلی خوش اومدید. Lightroom یک برنامه ادیت عکسه که هم برای موبایل وجود داره هم برای لپتاپ، که امروز توی این ویدیو آموزشی قرار یاد بگیریم چجوری Lightroom رو نصب بکنیم، عکسمون توش ادیت بکنیم و کلن هر چیزی که قرار راجع به Lightroom بدونید و بهش بپردازیم. توی چند سال گذشته Lightroom یکی از خفن‌ترین برنامه‌های ادیت عکس شده، که جدا از Lightroom Snapseed و چند تا دیگه هم هستن، ولی خب چیزی که خیلی الان دارن باش کار میکنن، برای پیجای بیزینسیشون باش ادیت میکنن. خود من خیلی از عکسای پیجم، 90% عکسای پیجم رو با Lightroom ادیت کردم، عکس‌ها رو تنظیم کردم، نورش و همه چیزایی که بعد کم و زیاد میشده رو، و کلن Lightroom خیلی استفاده میشه. پس به خوبی کل این آموزش پکیج آموزشی دنبال کنید و سعی کنید که هر جا که احساس کردیم میخواییم با من انجام بدیم استاپ کنید، موبایلتون رو وردارید، یک عکسی رو انتخاب کنید و همونجا کم و زیادایی که قراره انجام بدیم، نور و همه چیزایی که قراره تنظیم کنه رو انجام بدید و با من همراه بشید. توی دنیای عکاسی و ادیت، از اونجایی که من وارد شدم و خوندم و تحقیقات کردم و همه دارن میگن، جدا از گرفتن یک عکس خیلی قشنگ، ادیت خوب انجام دادن هم خیلی مهمه. یعنی شما فکر نکنید یه عکس خوب گرفتید همون رو باید پست بکنید، نه، نورش، دیگه رنگ‌ها، هایلایت‌ها، تمام اینا نیاز به کم و زیاد شدن داره، که حالا توی برنامه بهتون میگم که باید چیکارا بکنید. اول از همه سوال خیلی 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 بزرگ، آقا ما چجوری Lightroom رو نصب بکنیم؟ اومدم بهتون از ابتدا Lightroom خودم رو پاک کردم، روی موبایل خودم با هم پیش میریم نصبش میکنیم. نصبش توی اندروید و iOS به یه صورت میریم، یعنی مثل همه هیچ فرق نمی کنه. میریم که با هم نصب بکنیم، ببینیم چه کارهایی بعد انجام بدیم که روی موبایلمون نصب بشه. خیلی های مشکلی دارن، ولی خیلی بعدن که خودشون نصب بکنن. بریم که دانلودش بکنیم و نصبش بکنیم تا بعد وارد برنامه بشیم و توضیحات بیشتری بهتون بدم. خب وارد اپ استور میشیم برای بچه‌هایی که iOS دارن و حالا گوگل پلی برای کسایی که اندروید دارن. Lightroom رو سرچ میکنیم و دانلودش میکنیم. Lightroom. خب سرچ میکنیم و میزنیم که برامون دانلود شه. من اینجا دانلودش کردم، لوگوش اینجا هست، به این صورت اوپن رو میزنیم. خب مثل تمام برنامه های دیگه وقتی بازش میکنی، خودش میاد در مورد برنامه یه توضیحاتی میده، خودش رو معرفی میکنه و این چیزایی که اینجا هست رو ورق میزنید، میگه که عکسای خوشگل درست کنید و نمیدونم پروش هم اومده و میگه که عکسای بهتر بگیرید، توی لپتاپ ادیت بکنید و کلا داره در مورد خودش توضیحاتی میده. چند تا ورق میزنید و در نهایت get started، یعنی میریم که شروع بکنیم. خب اومدیم توی این صفحه، فکر میکنم مشکل خیلیه که نمیتونن نصب بکنن همینجاست. اینجا شما با یاهو میل، با جیمیل میتونید اینجا وصل بشید، با فیسبوک هم حتی میتونید وصل بشید. کسایی که اپل آیدی هم دارن، من تو خیلی از برنامه ها با اپل آیدی وصل میشم، چون اپل خودش یه سیستمی داره که شما بهش اپل آیدی دارید، خودتون مشخص کردید، همه چیزتون مشخصه. کانتینیو وید اپل رو بزنید توی اپلیکیشن ها، اگر که به خوبی شما رو بشناسه میتونید که وارد برنامه بشید. پس دوباره میگم، شاید گیر خیلی که نمیتونن نصب بشن اینجاست. اینجا احتیاج دارین که فیلتر شکنتون روشن باشه و کلا برای استفاده از Lightroom همیشه فیلتر شکنتون رو روشن بذارید. خب میایم ما گوگل رو میزنیم که من میخوام بهش یه جیمیل بدم. خب وارد این صفحه میشیم که میتونیم جیمیلمون رو وارد بکنیم. اگر شما اولین بارتونه که وارد Lightroom میشین یا هیچ وقت نتونستین وارد Lightroom قبلا بشید، باید اینجا یه دونه ایمیل و یه دونه پسورد بدین و اینو یادداشت بکنید که بعداً ازش بتونید استفاده بکنید و اگر از برنامه اومدین بیرون دوباره بتونید برید داخل برنامه. پس ایمیلتون رو وارد میکنید و پسورد، هر پسوردی که دوست دارید، همیشه برای اپ‌های مختلف از این پسورد استفاده میکنید، پسورد اینستاتون یا پسورد هر چیه. این پسورد هیچ ربطی به پسورد ایمیلتون نداره ها. پس یه ایمیل آدرس و یه پسوردی که خودتون دوست دارین و یادتون میمونه. من اینجا چون از قبل ایمیلمو بهش داده بودم و کلا ایمیل هامو توی موبایلم ثبت کردم، میگه که با کدوم ایمیلت میخوای بری. حالا مثلا من با این وارد میشم و شمایی که اولین بارتونه حتما باید ایمیل و پسورد رو ایجاد کنید، درست کنید، تولید کنید. اینجا در واقع وای میستیم که وارد برنامه بشیم. اینجا دیگه وقتی با ایمیل و پسورد وارد بشین دیگه هیچ مشکلی نداره. خب این برنامه جدید روی موبایلمون تازه نصب کردیم و باید یه کار دیگه بکنیم. برای آیفون اینطوریه، روی صفحه اومده میگه که به این برنامه اجازه میدی که آیا دسترسی به گالری داشته باشه و بتونی عکسای گالریتو بیاری اینجا استفاده کنی.
همیشه میزنی allow access to all photos، یعنی من اجازه میدم که این برنامه دسترسی پیدا کنه به گالری من. این جدیدن توی اپل این اتفاق افتاده، تو هر برنامه میری ازت اینو میخواد، اگه اینو نزنی نمیتونی وارد گالریز بشی. خب میریم توی گالریمون و عکسی که قرار ادیت کنیم و میاریم توی برنامه لایت روم باز میکنیم. عکسمون رو انتخاب کردیم، اووردیم تو صفحه اصلی که قرار ادیت بکنیم. این بود قسمت اول نصب و وارد شدن به برنامه لایت روم. ادامهش رو میریم تو قسمت دو که عکس رو وارد کنیم و ادیت های اولیه رو روش انجام بدیم. خب برای ادامه وارد برنامه میشیم، عکسمون وارد شده اینجا هست و میریم که کامل کامل با منوی که این پایین هست آشنا بشیم و ببینیم که هر کدوم به چه دردی میخورن. این دوتایی که ستاره دارن و ما نمیتونیم استفاده کنیم چون ما پول ندادیم و ممبر این برنامه نیستیم. این کاری که همه اپلیکیشن ها میکنن، ستاره دار میکنن، تاج دار میکنن، اینه که شما پول بیشتری به اون برنامه بدین و اونا بهتون آپشن های بیشتری بدن، عکستون رو درست بکنید یا فیلمتون رو درست بکنید و کارهای بیشتری بتونید انجام بدید. اما لایت روم انقدر چیزای فری داره که نیازی نداره شما برید پول بدید و اینا رو تهیه کنید. البته کسایی که خارج از ایرانن یا حساب بانکی خارجی دارن فقط میتونن اینا استفاده کنن، چون پولش که میخواین به برنامه پول بدین باید اکانت خارجی داشته باشید. میریم سراغ گزینه هایی که فریه و قرار ازش استفاده بکنیم و فکر میکنم فریاش هم برای ما و ادیتمون کافیه. خب دوتای اول که بهتون گفتم از سمت چپ، سلکتیو و هیلینگ، اینا رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. میریم سراغ سومی، کراپ. خب میزنیم روی کراپ و ببینیم کراپ قرار برامون چیکار بکنه. میگه که سایز عکس شما 1:1. میتونید منو رو باز کنید، یعنی روش بزنید، اینو 2:1 بکنید، دوباره 3:2 بکنید، هر سایزی که دوست دارید. سایزشو میتونید عوض بکنید از این منوی که اینجا میده. من همون اورجینالش برام کافیه، همینجوری تو اینجا نگه میدارم. میگه که این اینجا لاک شده، من میتونم اینو فری کنم که سایزمو دستی کم و زیاد کنم، ولی اگه لاکش بکنم فقط میتونم به صورت یک مربع کوچیک و بزرگ بکنم. پس من فریش میکنم، مثلا این یه تیکه رو نمیخوام، فقط همینو میخوام. اوکی. خب گزینه کناری اون فریز کردن عکس یا فری کردنش استریتنه. استریتن یعنی که شما میتونید بچرخونید این عکستون رو. اگر که فکر میکنید عکستون کجه یا میخواین کجش کنید، اینجوریش کنید یا اینوریش کنید، به هر حال میتونید که تغییر بدید و بهش زوایای چپ و راست اینور اونورش کنید. گزینه بعدی روتیت، براتون میچرخونه که حالا احتیاجی بهش نداریم. روتیت بعدی جهت عقربه‌های ساعت میچرخونه، بازم به این احتیاجی نداریم. این بغلی رو من گاهن استفاده میکنم، فلیپ میکنم، عکسم رو به این صورت تغییر میدم. اینم داریم که برای عکس آدم خیلی قشنگ نیست، آدم کاملا چپه میشه. پس اینا هم بهتون معرفی کردم که چیکار میکنن. حالا این عکس اینجوری نبچرخونیم همون ولی چون اینجوری عادت نداریم، سایزش هم یه ذره بزرگتر کنیم بغلش رو، اینجوری اینجوری بهتره. بریم سراغ کناری. وارد پروفایل که میشین به ما میگه که میخواین عکستون رو ادامه بدید رنگی ادیت بکنید یا سیاه‌سفید، که گزینه های سیاه‌سفید رو پیش پاتون بذاره. پس یه رنگی داریم، یه دونه هم سیاه‌سفید، که من فکر میکنم رنگی جذابتره و اگه شما دوست دارین سیاه‌سفید انجام بدید، تمام چیزایی که بهتون میگم و برای همین رنگی رو میتونید روی سیاه‌سفید انجام بدید و تیکو میزنیم. میریم قسمت بعدی، اوتو. اوتو یعنی خودش نسبت به عکسی که شما دارین ترجیح میده که کجا چه رنگش تغییر بده، چه رنگی تغییر نده و چی کار کنه. اوتو رو میزنیم، میبینیم که حالا یه ادیتی خودش اومده اتوماتیک روش گذاشته. من اوتو رو دوست ندارم، این علامت بر بالا این فلشه، یعنی نمیخوام انجام بدی، خودم انجام میدم. اینو میریم برش میگردونیم به حالت خود عکس. گزینه بعدی، منوی اصلی کار ما توی لایت روم. لایت روم میزنیم. خب گزینه اول اکسپوژر چیکار میکنه؟ نور کلی عکس رو کم و زیاد میکنه، یعنی اکسپوژر رو زیاد کنیم نور عکس زیاد میشه، اکسپوژر رو کم کنیم عکسی خورده تاریک میشه. اکسپوژر رو معمولا من برای ادیت یه خورده حدود مثلا اینقدر زیاد میکنم، برای اینکه نور عکسم روشن‌تر باشه. از عکسای تیره و تاریک خیلی خوشم نمیاد، کم خیلی هم نه، چون اگه خیلی زیاد کنین اصلا این روح میشین، دیتیل عکس از دست میره.
بازم تمام چیزایی که میگم سلیقه توی این منو که دارم براتون توضیح میدم، فقط من به صورت کلی میگم هر کدوم چیکار میکنن، به عکستون خیلی ربط داره که اون کاری که میخواین انجام بدین روی اون عکس خوب میشه یا نه. و میریم سراغ گزینه بعدی که کانتراسته. کانتراست یعنی تضاد بین روشن‌ترین نقطه عکس و تاریک‌ترین نقطه عکس. میریم که کانتراست رو زیاد کنیم ببینیم چه جوری میشه، و اگه کانتراست رو کم کنیم چه جوری میشه. توی این عکس وقتی من کانتراست رو کم کردم خیلی عکسم بهتر شد، پس کانتراستم رو اینجا کمتر کردم که رنگای تیره و روشن بینشون تضاد زیادی نباشه. هایلایت کارش چیه؟ توی روز وقتی عکاسی میکنین قسمت‌های روشن مثل آسمون، مثل هر جایی که خیلی روشنه، دیتیلش رو از دست میده. معمولاً توی 99% ما هایلایت رو کم میکنیم که قسمت‌های خیلی روشن دیتیلشون به دست بیاد. معمولاً بیشتر برای آسمون استفاده میشه این قسمت هایلایت. پس هایلایت رو همیشه کم میکنیم، یادتون باشه، برای اینکه دیتیل قسمت‌های خیلی روشن که خیلی نور دارن به دست بیاد. حالا شادو دقیقاً نقطه مقابل هایلایته. ما شادو رو زیاد می‌کنیم که قسمت‌های تاریک نور بهشون بخوره و بتونن که دیده بشن. شادو رو یه مقداری زیاد می‌کنیم. ببینید الان مثلا به کفش من دقت کنید، به جوراب شلواری دقت کنید، داره بهشون نور تابیده میشه، قسمت‌های تیره که بیشتر دیده بشن. گزینه بعدی وایته. وایت دیگه از اسمش مشخصه. وایت چی کار میکنه؟ دقیقا لباس من رو نگاه کنید، یه چیزی مثل دندوناتون که اگه خندیده باشید، مثل لباس من که سفیده، و هر چیزی که سفیده رو سفیدیش رو بیشتر میکنه، بیشتر توی چشم میاد. و از اون بر بلک مشکی ها رو مشکی تر میکنه. گزینه بعدی بلکمون هم میگیریم تا آخر میکشیم که مشکی هامون رو بیشتر بکنه. میخوام کمش کنم، شما ببینید که کمش چی میشه، اینطوری شد، ولی زیادش میکنیم که یه مقداری به این صورت. با بلک و وایت باید اونجوری برخورد بکنیم، کم و زیادش بکنید که توی سفیدی به یه سفیدی خیلی خوب و قشنگ برسید، برای مشکی هم همینطور به یه تعادل توی این دوتا برسید. خب این از قسمت لایت. منوی لایت رو کامل براتون توضیح دادم و بازم میگم بستگی به سلیقه خودتون داره. من فقط توضیح دادم که دونه دونه از این گزینه‌ها به چه دردی می‌خورن و چیکار می‌کنن. اگر توی همین گزینه هر جای ادیتتون که هستین دستتون رو روی صفحه نگه دارید، میتونید قبل عکس رو و دستتون رو ول کنید، بعد عکس رو، بعد ادیت رو ببینید، نگاه کنید که چقدر تغییر کرد. توی این عکس من خیلی تیره بوده همه چیز، خیلی صورتم اصلا معلوم نبوده و اینا، و اومدم چیکار کردم، تونستم که به یه رنگ خیلی خوب برسم. یه وقتایی میبینی عکستون خیلی بی رنگ و روحه، میخواین بهش رنگ زیادی بدین، اونجا خیلی بیشتر تغییر ادیت رو میبینید. اینجا رنگ من زیاد بوده، رنگا رو کم کردم. یه وقتایی رنگتون خیلی کمه، بهش رنگ میدین و عکستون رو پر رنگ میکنید. این از قسمت لایت. میریم برای ادامه منوها توی آموزش بعدی. سلام علیکم، به قسمت سوم و قسمت آخر خیلی خوش اومدیم. بریم سراغ منوی بعدی یا گزینه بعدی که چیه؟ کالره. خب توی قسمت کالر، خیلی اینجا رو من دوست دارم، خیلی جای مهمیه. اینجا گزینه اول تمپ یا همون تمپرچر. اگر به سمت راست برید آفتابی میشه عکستون، اگر به سمت چپ برید مهتابی میشه، یعنی زرد میشه یا غروب طور و عصر طور میشه. حالا اینو معمولا خود من سلیقه‌ام اینجوریه که یه ذره به سمت آفتابی میبرم، عاشق عکسای آفتابیم. یه چیز دیگه هم در مورد اینا بهتون بگم، دو تا بزنید روش برمیگره به حالت نرمال. شما یه ذره رفتین جلو میخواین برگردین سمت عقب پشیمون شدین، دو تا بزنید روش برمیگرده جایی که بوده. اگر هم میخواین وایت بالانستون رو به صورت اتوماتیک تنظیم کنید، این قلم رو برمیدارید میرید اونجایی که سفیده، وقتی عکستون جایی سفید داره روش نگه میدارید، نگاه کنید تغییر الان شما متوجه میشید اینجوری، یا برین روی سفید. اگه بیاید اینجا رنگش رو ناکنید چقدر اینجور دیگه میشه، بل میکنید دستتون رو، اما روی سفید اگه وایسید خیلی خوبه، تیک رو میزنید و وایت بالانس رو به صورت اتوماتیک برای شما تنظیم کرد که مطمئنید دیگه خیلی خوبه، نیازی نیست به اینکه خودتون بیاین منوالی کم و زیادش کنید. گزینه بعدی تینت که رنگش هم کشیده. اگر تینت رو به سمت جلو ببرین عکستون به بنفشی میزنه، اگر به سمت عقب بیاین سبز میکنین عکستون رو، و میتونید که حالا یه خورده با اینم بازی کنیم ببینید که چه تمی رو دوست دارید به چه رنگی بزنه عکستون. میریم گزینه بعدی وایبرنس. وایبرنس یعنی زنده بودن و شارپ بودن رنگاست. تا
توجه کنید میایم جلو، همه رنگ ها زنده تر میشن و میریم عقب، رنگ ها همه تیره شدن و میبینید که چقدر هم اتفاقا توی این عکس خوشگل شد. فرق وایبرنس با سیاسفید کردن عکس اینه که هر چقدر شما کمش بکنید عکس سیاسفید نمیشه، باز یه رنگایی داره ولی رنگا رو تقریبا انگار گرفته ازتون خونسا کرده، ولی باز در این حال یه سری رنگ ها داره. یه سری پیجا مود شده دقیقاً این کارو میکنن، میان توی عکسشون و این وایبرنس رو تا آخر کم میکنن و عکسشون به نظرم علما از خیلی خوش اومد و خیلی خوشگل شده. و حالا ما اینو میذاریم همین اینجا چون رنگا رو لازم داریم. ساتوریشن رو بهتون میگم، ساتوریشن به عکسمون رنگ ها رو بیشتر میکنه، رنگ میده یا رنگو ازش میگیره و سیاسفیدش میکنه. فرقش با وایبرنس اینه که کامل عکسو سیاسفید میکنه. نمیخوام خیلی گیج بشید یا گم بشید یا ندونید بعد چی کار کنید، یه مقداری اصلا نیازی نیست هر کدوم اسماشو بدونید به چه دردی میخوره، یه مقداری هر کدومو زیاد و کم بکنید میتونید که راحت عکس خوشگلی داشته باشید. خیلی حالا فکر نکنید کار خیلی پیچیده‌ایه، من فقط چون وظیفه‌مه و خودم مسئول دونستم که تمام گزینه‌ها و منوها رو بهتون معرفی کنم، حتی اسماشون رو بدونید و دارم بهتون به صورت تک تک میگم. اینجا توی منوی کالر که اون پایین همین الانم بودیم یه قسمتی داره به نام میکس. میکس خیلی مهمه و خیلی استفاده میشه. وقتی روی میکس میزنید میتونید تخصصی روی رنگ ها کار بکنید. مثلا من با هیچ جای این عکس کار ندارم، فقط مثلا آسمون، یه وقتی رنگ آسمونم خیلی خوشگله، سوال میکنید چجوری رنگ آسمون رو پر رنگ تر کردی. الان اینجا که آسمون نداریم ولی میخوام روی این سبز کار بکنم، روی چمنه. هیو سبز اول انتخاب میکنی، میتونی قرمز رو انتخاب بکنی، مثلا رنگ روژلر من الان فقط قرمز رو میخوام، رو قرمز کار کنم یا رو سبز. من سبز رو از این بالا از بین رنگ ها انتخاب کردم. حالا میخوام سبزم و گزینه اول هیو یعنی طیف رنگی بین زرد کمترین حالت سبز و پررنگ ترین حالت سبز، یعنی طیف رنگی رو اینجا کم و زیاد کنم. فقط به چمنه نگاه کنید چون من دارم روی رنگ سبز کار میکنم و سبز رو انتخاب کردم. میرم سراغ، من اینجا رو تا آخر میذارم که سبز تیره تیره باشه. میریم سراغ ساتوریشن. گزینه بعدی ساتوریشن یعنی سبزمون رو پر رنگ تر بکنیم یا رنگ رو از سبزی بگیریم. میایم عقب، سبزمون خیلی خوشگل نشد، خاکستری نشد، ولی میایم جلو، سبزمون دیگه خیلی دیگه الان سبز پر رنگ شد و اینه چمن مصنوعی شد. همین بسط مسطا اوکیه. لومیننس هم میریم، لومیننس هم نور رنگ سبزه، میتونیم بریم عقب یا میتونیم بریم جلو، همین حدودا فکر کنم کافی باشه. اینم از گزینه میکس که خیلی خیلی کاربردیه برای تخصصی کار کردن روی یه رنگ. مثلا توی عکسی روژتون خیلی پررنگ و خوب نیست، میخوایم مثلا الان یه بار دیگه میکس رو میریم رنگ قرمز، نگاه کنید که روژلای من قرمز قرمز شد یا این بر کم شد. خیلی جالبه اینم قرمز کنیم که صورتمون خوشگل تر بشه. دان رو میزنیم. دقیقا این سمت میکس بی ان دبلیو داره بلک اند وایت میکنه عکستون رو که ما همین اوکیه. گریدینگ هم اینجا میزنیم، میگه که کالر گریدینگ به شما اجازه میده که عکستون رو هایلایت و فلان اینش انجام بدیم، به صورت اتومات خودش براتون یه کارایی میکنه که حالا خیلی هم این استفاده نمیشه. میتونید امتحان کنید اگه دوست دارید عکستون رو به سمت یک رنگ خاصی ببرید و یک کارهای خاصی باش بکنید، که من خیلی از این استفاده نمی کنم و کلا خیلی کسی ازش استفاده نمی کنه. میریم گزینه بعدی که کنار کالر افکتس. توی قسمت افکتس اینا رو براتون دیگه خیلی جامع بهتون بگم، تکسچر بافت به هر چیزی رو بیشتر میکنه. نگاه کنید چیکار میکنه، خیلی زیادش کنید دیگه کاملا مصنوعی میشه صورتتون و تمام چیزایی که داره. اما خیلی ها این عکس های اینطوری دوست دارن وقتی خیلی جزئیات زیاد میشه و اینا. این از این وضوح تصویرتون رو با کلاریتی زیادتر میکنید، وضوح عکستون رو. و گزینه های بعدی هم کم و زیاد میکنیم، میبینید که دوباره چه اتفاقاتی میفته که خیلی استفاده نمیشن، منوی خیلی استفاده بشوی نیست. وینتیج هم که میتونه به دور عکستون سفید کنه یا دور عکستون رو اینجوری سیاه کنه و مثلا آتلیه ای طور بکنه. اینم از این. خب گزینه های کناریش که اپتیک هست و اون کناری که دوباره ستاره داره و استفاده نمیشه، یعنی ما نمیتونیم استفاده کنیم، هم خیلی استفاده نمیشه. گزینه آخر پریسته که یعنی خود برنامه به صورت پریست یه سری چیزا به شما داده که عکستون رو بذارید. اگر خواستید تمام این کارا رو نکنید، فقط عکس رو وارد کنید و از پریست ها
و قالب هایی که خودش داره استفاده کنه چند مدل اینجا هست، شما فقط عکس رو میذارید و از پریست های خودش استفاده میکنید، تیک رو میزنید که ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ما همیشه میایم به تناسب عکس خودمون ادیت انجام میدیم، روی ادیت عکسمون رو انجام میدیم و میبینیم که بعد چی رو کم و زیاد بکنیم. پس خیلی به پریست ها هم اعتماد نکنید، چیزایی که بهتون گفتم و خودتون بیاین کم و زیاد بکنید. پس پریست هایی که برنامه بهتون میده حالا خیلی هم خوشگل نیست، البته خیلی هم تنوع ندارید. یه سری آدما هستن یه ادیت های خیلی خوشگلی انجام میدن، یه دید خیلی خوبی دارن، پریست آماده میکنن و پریست هاشون رو توی پکیج هایی میفروشن. شما میتونید پریست ها رو بخرید و استفاده بکنید، توی برنامه باز میشن و به این منو اضافه میشن. پس پریست های خودش همچین زیاد نیست، خیلی هم خوشگل نیست. پریست میخواین بعد تهیه کنید از کسایی که میفروشن و انجام میدن و این که تیکو میزنید. حالا اگه باز این ادیتی نیست که من فقط خواستم آموزش بدم رنگا رو کم زیاد بکنم، این ادیتی نیست که من بخوام مورد علاقم بشه و بگم خیلی اوکی شده و قشنگ شده، فقط جهت آموزش و کم زیاد کردن گزینه‌هایی که دیدین، باز بهتون میگم دستتون روی صفحه نگه دارین قبل و بعد ادیت رو میبینید و از این بالا اگه تیک رو بزنید میریم برای سیف شدن توی گالری ما. خب میریم برای سیف کردن این عکسمون توی گالری که اگر سیفش نکنید تو خود برنامه میمونه و توی گالری شما نمیاد. از این بالا این فلش رو میزنیم و میریم برای اکسپورت تو کامرا رول. این برای آیفونه، احتمالاً برای اندروید هم یه همچین چیزایی هست که عکس و اکسپورت یعنی همون خروجی میگیره از این عکس برای ما توی گالریمون، میزنیم روش و اکسپورت میکنه. گزینه های دیگه هم داره که از همینجا این ادیت رو میتونید توی برنامه بفرستید برای کسای دیگه و اینکه هر موقع دیگه برگردید و لایت روم رو باز بکنید این عکس شما اینجا هست، ادیت های قبل رو بهتون نشون میده. اگه دوست داشته باشین تغییراتی روش انجام بدین روی عکس میزنید و میتونید تمام تغییراتی که انجام دادین رو کم و زیاد بکنید یا دوباره از همین عکس استفاده کنید. پس یه خروجی توی گالری میگیره و برای خود شما هم سیف توی این برنامه نگه می‌داره.